اون تایمایی که عزیز من ما داریم تو سر هم میزنیم واسه هم پرونده سازی میکنیم، نخبه هامون رو مثل جادی رو میندازیم تو سلول انفرادی در سیلیکون ولی، نخبه های دنیا دارن کار میکنن که من میتونم رو موبایل هم اینترنت داشته باشم. آمریکا با اون اولین کشور مشخصنه نپذیرفته که تکلیفی با ارائه اینترنت به دنیا دارم که حالا بقیه بتونن مطالبه حق کنن. مسئله ما الان با فضای مجازی عمدتا مسئله با پلتفرم هاست و ریشه این هم در بحث رسانه بودن پلتفرم. این حق اعمال حاکمیت یه لوازمی داره، یعنی شما نمیتونی بگی تو این حق رو داری آقای حاکمیت ولی تو هر جوری دوست داشتی باید این کارو بکنی. که خود آمریکایی‌ها همین مشکل رو با پلتفرم‌های خودشون دارن، دیوان عالیشون مثلا بحث بوده که مثلا فرض کنید فیسبوک تا چه حد حق داره که جلوی آزادی بیان رو بگیره. چیتون شبیه آمریکاست؟ توی امریکا آدمی وجود نداره که اون بالا نشسته باشه و ما همه تلاش کنیم که اون آدم راضی کنیم. یعنی دیگه اون زمانی که یه نفر فقط حرف بزنه و یه قرائت مسلطی رو منتشر کنه و همه هم تو دلشون حالا بپذیرن گذشت. مسئله خاص ایران نیست، هر کشوری یه قواعدی داره. ممکنه مسئله من مثلا فرض کنیم رعایت شریعت باشه، مسئله آمریکا آزادی بیان باشه. تمام تلاش شما و دوستانتون اینه که آیا علم‌الهدا فوش نخوره در فضای مجازی؟ علت همینه دیگه. اگه قرار باشه 60 میلیون نفرم بیان توی شبکه اجتماعی داخلی، همه این مسائل رو دارن با یه ذریبه کمتر. در مذاکره و مواجهه با پلتفرم ها ما خیلی دست پایین داریم. در نتیجه از یک روش های استفاده میشه که توی کنترل ضعیفه، مثل روش فیلتری. گوگل بیاد سیستمارشو ببنده، جی پی اس بیاد فردا تو ایران مختل کنه، کل اسنپ و تپسی که این همه مینازید که ما پلتفرم داخل داریم هوا میشه. این برای حفظ حاکمیت ملی درسته، ولی ممکنه یه سری حقوق افراد این وسط قربانی بشه. فقط شما تمام تلاشتون رو دارید میکنید که منویات آقای ایکس رو، اون 5 6 تایی که اون بالا نشستن رو که اجرا کنید. همین من واسه راضی کردن 5 نفر نیاز سند شبکه ملی اطلاعات با اون تفصیل تدوین بشه که خیلی راحت تر میشه 5 نفر راضی کرد. که شما یک کشور منزوی هستی، همه چی رو مرزهای فیزیکیت کنترل کردی، مرز اینترنتت رو هم میخوای همون نگاه رو داشته باشی و اینترنت این قابلیت رو تو نمیده. و شما پیشنهادتون رو بدین طرح بعد بخش خصوصی ما به بلوغ نرسیده که خودش یه پیشنهاد بذاره جلو اون پیشنهاده. پارادایم من متفاوته، نمیتونم من تو پارادایم خودم طرحی بدم که تو پارادایم شما طرح خوبی باشه. ماده اولشو بنویسم میگم ما اصلا قبول نداریم. تو که به نظر من به تا کی میگه که آقای چورجانی خیلی باش مشکل داره، اگه پیگیری میشد ما این همه تعارض الان نداشتیم. میگه آقا اون ژیمناستی که میره پاشو باز میکنه کلی تمرین کرده، مثلا 180 درجه پاشو باز میکنه، شما اگه میخواهید پاتو باز کنید 180 درجه متناسب تقلید کن و الا به خودت آسیب می‌زنی.